نکردم. جایی از سلام اول سلام میکنم تمام گردستان این هم، اما من بازی شما اصولا این کار رو بیشتر از همه تفریح میدم، تفریح میکنم و لذت میبرم و یعنی کار بازیگری رو؟ این کار سینما رو کلن بعید میدونم کسی جز همچین جز این نگاهی که من دارم یا میتونه تعداد نگاه متعدد داشته باشه ولی تفریح هم کنارش باشه، میدونی این کار لذت عجیب غریبی داره هم برای شما که منتقد هستیم، هم برای کارگردان، هم نویسنده، هم برای حالا اگر بشه اسمشو گذاشت بازیگری که اینجا این کار رو میکنیم حالا فعلا، من لذت میبرم از این شو، میدونید برای من یه تفریحه، من یک تفریح جدی، یک تفریح، اصلا تفریح امر جدیه، تفریح نمیتونه غیر جدی باشه، میدونید یعنی من میام غیر جدی نمیشه تفریح، هرگز تفریح فقط جدی، بلکه زنده باشی و زندگی کنی و لذت ببری. حتی در سینما در همه جا و علل خصوص در امر نمایش که ما غایت کار ما لذت دادن به مخاطبه و از این لذتی که به مخاطب میدیم اون رو دچار تسکیه میکنیم، به او شعف میدیم، به او انرژی و جان میدیم و خودمون هم تفریح میکنیم. بله و توی یک ارتباط همزمان و دو طرفه دچار بالندگی میشیم. خلاقیت هم اتفاق میفته؟ حتما، یعنی اونجایی که فرهمندی هست خلاقیت هست و اونجایی که فرهمندی نیست خلاقیت مرده. جایی که انسان لذت میبره و آرامش داره و روحش اوج میگیره، چون وقتی قد روح بلند میشه و وقتی طول موج به آرامش نزدیک میشه اونجا حتما خلاقیت صورت میگیره. هیچ شاعری شعر نمیگه و نمیسرات مگر در عالم لذت و تفریح. حالا از این کلمه تفریح من میخوام بچم و راجع به خودم حرف بزنم. هر وقتم چیز شد، چون من آدم بسیار پراکنده گویی هستم، نمیخوام از کلمه عشق استفاده کنم، منم روی تفریح نمیخوام از کلمه عشق استفاده کنم، چون از این سه حرف عین شین و قاف متنفرم. عشق قوقل مبو، این از این آهنگ بدم میاد، میدونین مثل قوقل قوقوس میاد، ولی تفریح به همون معنی که شما بالا میدونین من مشکلم واژه است، خود معناش نیست. بله بفرمایید. آقای آهنج خلق. نه خیر شما بفرمایید. فکر کنم حرف خود آقای گرگین مدیریت جلسه خوب رعایت کنه، یعنی رعایت کنید. بله. به قول حامد عزیز میگه پراکندگو هم. میخوام برگردم. بفرمایید که راجع به اینکه چه جوری رسیدید. من همین می‌خواستم همین رو بگم. کوتاهش اینه که من نمیرسم به چیزی اصولا. چیزی هم به من نمیرسه. من تفریح میکنم. یهو فکر میکنم یه اسلنگ یا یه اصطلاحی هست مثلا میشود بگم میشوه، میدهد بگم میدهه، میرود بگم بر اساس چه مجبزی، بر اساس چه پیشینه ای؟ شما اینجا جایی شنیدین اینو؟ نه تو اجتماع ما رایج بوده، رایج هست، رایج خواهد شد؟ نه نه خواهد شد، نشه، بشه، اصلا بودن و نبودن اینو روایت یه قصه میکنین، خب؟ شما دارین یه قصه رو روایت میکنین. نه هرگز اینجوری نیست، قصه رو نویسنده روایت میکنه. روایت میکنین، شما مجریه این کار. بله من مجریش هستین پس. بله من مجریه اونها. تماشاگر نمیفهمه که نویسنده نوشته، از زبان شما میشنوه. اهمیتی نداره که تماشاگر متوجه بشه که نویسنده نوشته یا ننوشته. اون چیزی که از دهن شما میشنوه، بله؟ اون براش قایته. اون رو قبول میکنه. یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. میدونی یه توافق دو نفر است. یعنی اگر بیایم ابتدا به ساکن به مخاطب فکر کنیم، باید بیستیم و بعد از یک گفتگو یک ساعته خدافظی کنیم، بگیم خب شما فیلم ننویس، شما نساز ما اگه به مخاطب فکر نکنیم نباید کار بکنیم. اصلا اینجوری نیست. نه شما مخاطب تلویزیون هست، مردم هستن، شما برای مردم کار میکنید. خلاقیت هرگز اینجوری نیست. خلاقیت ابتدا به ساکن برای شما بازیگر تنها آقای آهنج اونجا به شما بگه نه شاخه که ایشون باید تکون بخوره، شاخه که ایشون حالا این موقعی که میگه نه شما قبول ندارید و ایشون میگه نه دیگری اجرا میکنه. بله نوع دیگری اجرا میکنه. پس شما تحت فرماندهی ایشون هست. همیشه همینه. کارگردان کار مال کارگردان و نویسنده است. یعنی در واقع نابودن اثر به این دو نفر برمیگرده. ابتدا به سکن به نویسنده، کسی که ادبیات اون کارو بنویسه و بعداً کارگردان. خب ما به عنوان یه بازیگر میایم یک سری برداشت‌های شخصی خودمون رو میکنیم، چون من به شما میگم که شما نقش حملت رو بازی کن، از اینجا تا اینجا برو و این دیالوگ رو بگو و
به یک بازیگر دیگه میگم، هر کدوم به مدل خودش و از نوع خودش و جهان خودش، چون شما یه فیلتر هستی به نام گورگین، من یه فیلتر هستم به نام بهزاد، میدونی هر کسی از دریچه خودش به جهان نگاه میکنه و از نوع خودش برخورد میکنه و جهان رو تعریف میکنه. من وقتی بهش میگم و میگه به هم میخنده میگه آره آره بگو، میدونی همین، ما هیچ ادله تعریف شده ای نداریم که چرا خوشمون اومد و چرا بدمون اومد، میدونی فقط خوش اوکی چیزی بدی هم نیست، میشه میدونی همین میشه تفریح. چیزی که توی اصولاً پشت صحنه اصولاً به ما اون فرهمندی رو میده، اون لذت رو میده، اصولاً به مخاطب هم میده. کات میخوام یک مطلبی رو تو پرانتز عرض کنم. ببینید یک طبقه اجتماعی، یک آدم از یک طبقه خاص اجتماع براش دیالوگی نوشته شده، راجع به لباسش توضیحاتی داده شده، راجع به خانوادهش توضیحاتی داده شده، راجع به وضعیت مالی اقتصادیش توضیحاتی داده شده. ما تقریبا با یک شمای عمومی و کلی تقریبا مواجه میشیم و آشنا هم هستیم دیگه، به هر حال ما تو این کوچه ها بزرگ شدیم و تقریبا یک چیزی دست ما میاد، یک طرح هندسی، یعنی یک از بالا که نگاه میکنی یه پلان کلی دستمون میاد. خب مثل اینکه شما خاطرتون هست که وقتی که دبستان درس میخوندیم به ما میگفتن که از نقطه یک به نقطه دو یه خط بکش، از دو به سه، از سه به چهار، و نقطه تا شمایل کوچولوش بغلش بود، مثل یه خروس بود مثلا. ما این خط رو از یک به دو و از دو به سه وصل میکنیم، اما تنها مقدار خلاقیتی که یک بازیگر میتونه انجام بده یک قوس و قزحی بده. یعنی فکر کنید که گردن خروس رو که یک قوسی پشت گردنش داره تا به تاجش میرسه، توی اون نقاشی یه خط صاف برای ما کشتن. حالا ما بسته به خلاقیت خودمون، بسته به نگاه خودمون یه قوسی توش میدیم. ما بازیگرها اصولا نمیتونیم خلاقیت بیشتر از اون چیزی که مثلا حالا نمیدونم خارج از ذهن نویسنده و کارگردان هست ارائه بدیم. میدونی من کارم تحلیل نیست، من فقط اجرا میکنم. ایشون دلش خواسته دیالوگیش اونجوری بنویسه، دلش خواسته، ایشون تایید کرده، از منم میخواد. حالا من فقط باید تنها کاری که میکنم به جان اون دیالوگ کمی روح بدم، تنها کاری که میکنم انرژی بذارم و فرض این که من اون دیالوگ رو دوست نداشته باشم، فرض این که من اون دیالوگ رو دوست نداشته باشم، کار من دوست داشتن و یا دوست نداشتن دیالوگ نیست، کار من اینه که اون دیالوگ رو اجرا کنم و به نحو احسن اجراش کنم، یا میتونم یا نمیتونم، اما کار من فقط اینه که بتونم اون دیالوگ رو جوری بگم که ادای دین بشه.